سلام دوستان، وقتتون بخیر. امیدوارم هر جا که هستید حالتون خوب باشه. توی این ویدیو میخوام یه استراتژی خیلی قدرتمند و خیلی کاربردی رو بهتون بگم. استراتژی هست که خب خیلی ها هم برای تحلیل ازش استفاده میکنن، هم برای سیگنال دادن. ببینید، یکی از مهمترین مباحث توی تحلیل مبحث پرایس اکشن هست، یا میشه گفت واکنش قیمت ها هست. حالا واکنش قیمت ها به چی؟ میتونه به خطوط ترند باشه، میتونه به مقاومت ها و حمایت ها باشه. و ببینید دوستان، نکته ای که هست، ما در رابطه با خطوط ترند نحوه ترسیمش صحبت کردیم. حالا میخوام با استفاده از یه اسکریپت خیلی خفن کاری کنیم که خودش خطوط ترند رو برای ما ترسیم کنه. اما مبحث دیگه ای که توی پرایس اکشن خیلی مهم هست، مبحث بریکوت یا و پول بک هستش، یعنی جایی که خطوط ترند یا حتی مقاومت ها و حمایت ها شکسته میشن یا پول بک میخوره برگشت میشه. ببینید، خیلی ها میان توی تحلیل یا توی سیگنال دادن میگه اگه این ترند رو بشکنه، اگه این رو بشکنه، اگه بالاش نمیدونم کندل ببنده تاییدیه بده. خب ببینید، این اگه خیلی وقتا ممکنه گیج کننده باشه. من توی این ویدیو میخوام کامل بهتون آموزش بدم که این شکست ها دقیق کجا اتفاق میفته و کجا به ما تاییدیه میده، یعنی شما تاییدیه میگیرید که این شکست انجام شده و متناسب با اون شکست اگه از سقف باشه پوزیشن بای بگیرید، اگه از کف باشه پوزیشن سل بگیرید. اینها رو میخوایم اما اگرها رو بذاریم کنار، به شکل کاملا کاربردی ببینیم که این شکست ها چه کاربردی برای ما دارن. اما قبل از اون میخوام، حالا بعضیا میگن که این ایندیکاتورها نمیدونم اصلا مبحث پرایس اکشن نیست. ببینید، اینا ایندیکاتور نیست، اینا یه سریش اسکریپت هستش برای کاربرد، میشه گفت برای راحت بودن ما اینها نوشته شدن. خب خیلی توی گوشی موبایلتون استفاده میکنید، این ترسیم خطوط ترند ممکنه براتون یه مقدار مشکل باشه، سخت باشه با توجه به ابعاد کوچیک تلفن‌های همراه. این خودش میاد خطوط ترند رو برای ما ترسیم میکنه، خودش میاد نقاط شکست رو میده. حالا فقط تنها کار ما اینه که ببینیم این نقطه شکستی که به ما داده تاییدیه میده یا نه. و من اینو قراره با استفاده از دو تا اسکریپت، حالا دوستان میگن اگه ایندیکاتور باشه، نه اصلا پرایس اکشن نیست. اتفاقا اصلا مبحث پرایس اکشن همین هستش. پرایس اکشن یعنی واکنش به واکنش قیمت ها به چی؟ به خطوط ترند، به میشه گفتش که مقاومت ها و حمایت ها. و این مبحثی هست که من با استفاده از دو تا اسکریپت قراره بهتون آموزش بدم. خب دوستان، دو تا اسکریپتی که میخوام بهتون معرفی کنم، ترند لاینز ویت بریکس LUX اسم کاملش، و دومی هم بول بیر پاور ترند. اینا رو میتونید اسکرین بگیرید توی گوشیتون داشته باشید که اگه یه موقع فراموش کردید بتونید بهش دسترسی داشته باشید. اول روی چارت، خب میبینید چارت بیت کوین هستیم، تایم فریم اونم 4 ساعته. یه تایم فریم کوتاه‌تر مثلا 5 دقیقه هم براتون توضیح میدم. ببینید الان از قسمت تکنیکال ایندیکیتورز ما میاییم، اولین گزینه‌ای که میخواییم تایپ کنیم ترند لاینز ویت، اینو که تایپ میکنید میاد. ببینید ترند لاینز ویت بریکس LUX که توسعه دهنده شو نوشته، ما روی این یه دونه کلیک میکنیم. دومین سکریپت یا الان ایندیکاتوری که قرار ازش استفاده کنیم، بول بیر پاور ترند. ببینید بول بیر یعنی همون میشه گفت مارکت گاوی و خرسی، پاور ترند یعنی قدرت ترند، قدرت مسیر. پس در اینجا مسیر رو برای ما کشیده، ما فقط ببینیم، باید ببینیم که قدرت مسیر توی هر کدوم از این مسیرها به چه شکل هست که از این ایندیکاتور دوم یا اسکریپت دوم استفاده میکنیم. از تنظیماتش بخوام توضیح بدم، وارد ستینگ میشیم. ببینید این تنظیماتش رو کار نداریم، اون طول میشه گفتش که ترند لاین است، حالا مربوط به 8 کن دوره گذشته. و این قسمت هم ببینید ترند رو ما فقط رنگش رو میاییم سفید میکنیم که بهتر دیده بشه، و همینطور این تیک رو غیر فعال میکنیم. این ترند رو هم سفید میکنم. خب بعد اوکی رو میزنیم. این تنظیمات اولی بود. حالا تنظیمات دومی، اینو یه توضیح مختصر میدم. ببینید این در رابطه با خطوط شکست است، بالا و پایین، مثلا به بالا بشکنه سبز رنگ، به پایین قرمز رنگ. و این هم این نقاطی هست که مثلا بهتون نشون میده. ببینید الان این خطوط هست، خط بالا و خط پایین، این همون نقاط
میشه گفت بریک یا شکستی هست که به ما میگه از بالا یا پایین هستش، اینم برچسب باشه خطوطه که این تنظیماتشو کار نداریم. اما از قسمت اینپوتس ببینید، لنج مربوط به طول دوره نقاط پیوت هست. نقاط پیوت رو در رابطه باش صحبت کردیم تو مبحث فیبوناچی ها، فیبوناچی کانال توضیح دادم پیوت ها چی هستن، عددش روی همون 14 باشه. گزینه دوم سلوپ یا شیب هست، شیب روی یک باشه. این شیب رو شما میتونید کم و زیاد کنید، استانداردش یک هست. اما اگه بخواید مثلا عدد 0 رو در نظر بگیرید، این میاد به شما حمایت ها و مقاومت های استاتیک رو نشون میده. ببینید من الان اگه تایید رو بزنم، این دیگه شیب من 0 شده، یعنی الان این میشه گفت خطوط ترند مثل مقاومت ها و حمایت های استاتیک عمل میکنن. خب این رو هم ما روی یک میذاریم. و اما گزینه بعدی نحوه محاسبه شیب، ببینید 3 تا گزینه داره. ATR به معنی Average True Range هست، یعنی شیب رو با استفاده از میشه گفت مقدار ثابت برای تعیین خطوط ترند استفاده میکنه، یعنی از یه شیب ثابتی برای ترسیم خطوط ترند استفاده میکنه. گزینه دوم STDV که میشه گفت از انحراف استاندارد برای محاسبه شیب استفاده میکنه. این هم میشه گفت حالت خوبی هست، اولی بهتر است، دومی حالت خوبی است، سومی ممکنه یه مقدار گمراه کننده باشه. لاینر رگرشن که میشه گفت از شیب رگرسیون خطی برای محاسبه شیب استفاده میکنه. تو استراتژی گذشته در رابطه با لاینر رگرشن صحبت کردیم، این رو روی همین اوریج ترو رنج میذاریم. و این تیک آخر رو هم نزنید، یعنی من این تیک رو نمیزنم چون میخوام بهتون شکست های اینجا اگه بزنید فقط شکست های تایید شده رو بهتون نشون میده، من میخوام شکست های تایید نشده رو هم بهتون نشون بدم، چون ممکنه مبتنی بر چارت اینها تغییر کنه، یه شکستی رو مثلا بعد پاپ کنه، شما تو مارکت فعلی هستید، شکست اتفاق میفته، بعد مثلا اون شکست ممکن اشتباه باشه. در نتیجه من میخوام هر جایی که شکست افتاد خودمون بررسی کنیم ببینیم اون شکست درست هست یا نه. خب دوستان، تایم فریم 4 ساعته بیت کوین، ببینید الان اینجا که میبینید شکستی که از سقف اتفاق افتاده توی این بازه، حالا میخوایم ببینیم این شکست، این بریک که سقف میشه گفت ترند ما رو شکسته، به این معنی است که ادامه مارکت سود است، آیا درست هست یا نه. ببینید ما اینجا میایم ترند رو میبینیم، ترند گاوی، ترند خرسی، و میبینیم که گاوها حرکت کردن، در نتیجه این یه شکست درست هستش. ببینید به ما تاییدی دارن میدن که با وقتی که این شکست اتفاق افتاد گاف ها شروع کردند به حرکت. و میبینید خب اگه شما اینجا مثلا با استفاده از همین میخواستید یه پوزیشن لانگ از اینجا باز کنید، اگه ریسک به ریوارد ریشو هم روی عدد 2 میذاشتید، ببینید حالا استاپ شما هم نزدیک 6.5% پایین تر، خب خیلی هست. و میبینید که خب این تقریبا تو چند کندل توی 4 ساعته تقریبا میشه گفت توی حالا 2 روز این به تارگتش رسید. اما بیایم حالا یه مقدار قبل‌تر رو ببینیم. ببینید الان اینجا یه شکست اتفاق افتاد، شکست از پایین، حالا ما می‌خوایم پوزیشن شورت باز کنیم، شکست اتفاق افتاده و احتمال میدیم بعد از این حرکت ریزشی باشه. نگاه می‌کنیم ببینیم آیا خرس‌ها راه افتادن یا نه. ببینید من اینجا علائم حیاتی از خرس‌ها نمی‌بینم، یعنی روی همین کندل اومد یه دونه، خب این کندل وقتی بسته شد تازه مثلا میبینم یه مقدار خرس ها مثلا رو افتادن، کندل های بعدی میبینم مثلا دوباره هیچ علائم حیاتی از خرس ها نیست. پس این یه شکست فیک هستش که ممکنه شما رو گمراه کنه. حتی اگه ببینید اینجا شروع حرکت بود، یعنی اینجا اگه شما ببینید، اگه از همینجا هم شما پوزیشن، ما اومدیم از زمان بسته شدن کندل اینجا باز کردیم پوزیشن، حتی اگه میبینید از اینجا باز میکردید شاید پوزیشن شما یه مقدار طول میکشید، مدت زمان بیشتری طول میکشید که به تارگت بخوره. اما ببینید میشه گفتش که الان ریسک به ریوارد ریشو رو روی 2 بذارم، ببینید تقریبا اینجاها اومد، ما توی این بازه ها تقریبا تارگتمون رسید. باز هم یعنی اینجا میبینید که گاف ها را افتادن، یعنی شما اگه از همین نقطه هم ورود میکردید یه نقطه خب خیلی خوب، یه پوزیشن خیلی خوب بود. حالا بیایم یه حالت دیگر رو ببینیم. ببینید اینجا الان میبینید این خط سبز رنگ ما یه بریک اتفاق افتاده، شکست اتفاق افتاده، خط ترند ما شکسته به بالا. خب پس میگیم ما الان باید اینجا پوزیشن لانگ بگیریم یا بای بگیریم. خب میایم پایین رو نگاه میکنیم، ببینید اصلا کل مارکت خرس، اینجا خرس ها را افتادن، پس اینجا موقعیتی نیست، این یه شکست بریک فیک هستش، میشه گفتش که گمراه کننده است. و ما میبینیم حرکت خرس ها به ما نشون داد که این مارکت بعدش نزولی هست، ریزشی هست. پس توی یه همچین مارکتی یه همچین سیگنال شکستی، خیلی ها میان به شما میگن اگه بشکنه، اگه کندل بعدی دوباره تایید بده، خب کندل بعدیش هم تایید داد،
بالای این خط ترند بسته شد. پس من انتظار دارم که دوباره این حرکت سودی باشه. خب ببینید کندل دومش، خب من چقدر وایسم تاییدیه بهم بده و میبینید که در نتیجه اینجا حرکت خرس ها اونقدر واتری زیاد بود که اینجا شکست فیک اتفاق افتاد. حالا میخوام برم روی تایم فریم 5 دقیقه ای و اینها رو یه مقدار گسترده‌تر با هم بررسی کنیم. خب دوستان اومدیم تایم فریم 5 دقیقه رو با هم بررسی کنیم ببینیم که این شکست هایی که به ما نشون میده به چه شکل است. ببینید دوستان الان اگه بخوام بهتون توضیح بدم، حالا ببینید مثلا اینجا شکست اتفاق افتاده، تقریبا بعدش کندلا شروع شدن، میشد پوزیشن گرفت، اما این قسمت رو دقت کنید. ببینید اینجا شکست اتفاق افتاده به پایین، پس من باید اینجا پوزیشن سل باز کنم. اما میام نگاه میکنم ببینید توی این بازه یک کندل، دو کندل، سه کندل، چهار کندل، من هیچ حرکت میشه گفت از خرس ها نمیبینم. پس اینجا شکستی نیست که به من بشه گفت بتونم روش اطمینان کنم. یا اینجا ببینید اینجا هم به همین شکل شکست از سقف اتفاق افتاده، من انتظار دارم حرکت من سعودی باشه. خب میبینید هست، اما فعلا توی این بازه ها من حرکتی از گاو ها ندیدم. یکم صبر میکنیم، صبر میکنیم تا به این نقطه میرسیم. اینجا یه شکست، این بی که نوشته بی به معنی بریک شکست است. ببینید اینجا تازه دارم میبینم که گاف ها شروع به حرکت کردن روی این کندل. پس اگه بخوایم از اینجا ببینیم، تایم فریم ما 5 دقیقه هست، ریسک به ریوارد ریشو هم عدد 2 هست. حالا اگه میخواین با ریسک کمتری پوزیشن بگیرید، اگه مثلا میخواین توی فیوچرز پوزیشن بگیرید، میتونید ریسک به ریواردتون رو 1.5 بذارید، یه مقدار اون ریسک میشه گفت پوزیشنتون رو کمتر کنید. خب ببینید این تقریبا میشه گفت پوزیشن ما چند کندل بعد تو تایم فریم 5 دقیقه به تارگت رسید. یا اینجا یه شکست اتفاق افتاده از کف ترند ما، ببینید خرس ها را افتادن حتی زودتر. خب اینجا هم هست، من پوزیشن رو میگیرم. ببینید پوزیشن من تقریبا بعد چند کندل اومده اینجا به تارگت رسیده، اما قبل از اینکه به تارگت برسه، حالا من توی این پوزیشن وارد شدم، حالا یکی اینجا وارد نشد، میاد اینجا. ببینید این بازه اینجا هم یه دونه بریک داریم. خب این شکست از اینجا تو من پوزیشن رو اینجا باز میکنم. ببینید این موج اول من با موج دوم من یه فاصله ای داره، پس اینجا اگه کندل های ما اینطوری بلند نباشه، با ریسک مثلا میشه گفت یه مقدار بیشتر نسبت به پوزیشن اول، شما میتونید دوباره پوزیشن سل بگیرید. ببینید میبینید اینجا خرس ها دوباره شروع کردن به حرکت، ولی میبینید موجش سریع تموم شده. پس اینجا هم یه پوزیشنی بود که به عنوان پوزیشن موفق. اما ببینید اینجا بریک از سقف اتفاق افتاده، من حرکتی از گاف ها ندیدم. خب صبر میکنم. ببینید تازه اینجا گاف ها شروع کردن با ترس به حرکت. ببینید این پوزیشنی که خب من اصلا شاید وارد نشم، جا بمونم، اما اگه با ریسک هم وارد شدید، بدونید که این پوزیشن حالتی هست که ترس زیادی داره. یعنی ببینید موقع شکست گاف ها وارد نشدن، یه مقدار دیرتر شروع کردن به حرکت، میبینید کندل های بلندی نیست، یعنی خیلی با ترس زیاد این مارکت همینطوری گاف ها حرکت کردن و ببینید آخرش یه همچین ریزش اتفاق افتاد، یعنی رسید سر جای اولش. پس این پوزیشن هایی که میبینید اگه من بخوام مثلا توی این نوایی وارد کنم، مطمئن باشید با ریسک خیلی زیادی هست. و ببینید الان اینجا این کندل بلند من اینجا هم وارد نمیشم، حتی اگر ریسک ریوارد ریشو منم عدد 2 باشه، این ممکنه به تارگت میخوره، اما وارد نمیشم. چرا وارد نمیشم؟ ببینید روی یک کندل بلند که دیدید یا یک کندل خیلی بلند که دیدید، اینجا نشون میده قدرت خیلی زیادی تخلیه شده، یعنی خرس ها میشه گفت روی همین یک کندل قدرت خودشون تخلیه کرده و ببینید کندل های بعد تقریبا میشه گفت خیلی کوتاه‌تر هست و این روند خرسی هم زود تموم شد، مثل مثلا این روند گاوی که طولانی بود، اینجا سریع چون خودش رو تخلیه کرد. یا این حالت هم به همین شکل، ببینید من شاید مثلا اینجا وارد بشم، ریسک به ریوارد ریشو حالا 1.5 یا 2 بگیرم به تارگت بخوره، اما این پوزیشن ببینید اینجا دوباره سریع اومد این رو پر کرد، مخصوصا که نگاه کنید قبلش هم دو تا کندل خیلی بلند شکل گرفته. خب این میشه گفت حجم زیادی از این قدرت تخلیه شده. یا ببینید مثلا این نقطه، من این نقطه هستم، اینجا هم وارد نمیشم. چرا وارد نمیشم؟ اینجا ببینید شکست از سقف اتفاق افتاده، من انتظار حرکت صعودی دارم، اما ببینید تقریبا میشه گفتش که من دقیقا توی همچین مارکتی که حجم زیادی تخلیه شده توی این قسمت، اینجا دیگه میشه گفت احتمال ریزش خیلی زیاد هست. یعنی ببینید دوستان خودتون این شکست ها رو یه مقدار درک کنید، جایی که همچین اتفاقی افتاده بعدش پوزیشن گرفتن خیلی ریسکی هستش، یه مقدار صبر میکنیم. ببینید اینجا، یعنی تا گاف ها و خرس ها تصمیمشون رو بگیرن، اینجا یه شکست اتفاق افتاده.
خب من ببینید دو سه کندل قبلش حرکت خرس‌ها رو دیدم، خرس‌ها را افتادن، شکست اتفاق افتاد، ریسک به ریوارد ریشو 2 و می‌بینید که خب تقریبا چند کندل به تارگت رسید. حالا ببینید اگه می‌خواید استاپتون رو مثلا ببینید کجا در نظر بگیرید، سعی کنید مثلا یه مقدار توی اون کندل‌های اولی دو سه کندل چهار کندل رو بالای خط ترند در نظر بگیرید، یا اینجا هم ببینید اینجا با ریسک بیشتر از این منطقه هست. چرا؟ چون حجم زیادی میشه گفت خرس‌ها اینجا تخلیه کردن، اما میشه وارد شد. ببینید تقریبا میشه گفتش که این روند خرس‌ها پرقدرته و این موجی که دارین می‌بینید نشون میده مارکت شدیداً بیاریش هست. خب بعد از این شکست هم ما اگه وارد بشیم میبینید که خب تقریبا چند کندل بعد ریسک به ریوارد ریشو 2 به تارگت رسید. حالا ببینید اینجا بریک از سقف اتفاق افتاده، حرکت باید سودی باشه، ولی من علائمی از گاف ها نمیبینم. اینجا هم به همین شکل، حتی چند کندل بعد هم علامتی از خرس ها نمیبینم. اینجا وارد شم نه. ببینید تقریبا باید توی همون بازه ها تصمیم بگیرید، یا ببینید الان اینجا از سقف شکسته اتفاق افتاده بریک، ولی ببینید من حرکت قدرتمندی حداقل اینجا نمیبینم از گاف. حتی اگه اینجا وارد میشدید ممکن بود توی بازه طولانی مدت به تارگت برسید، اما خب ریسکتون زیاد بود. یا ببینید توی همچین مارکتی ببینید اینجاها دو تا قله سبز، کل حرکت مارکت، حالا این قبلش اندازه بگیری گاوس، یه دونه کندل اومده به شما بریک داده، اینا فالس هست. اینا میشه گفت خیلی ها میان به شما میگن الان شکسته شد، کندل بعدی که تایید بده خب دیگه ما وارد پوزیشن میشیم. ببینید اینها رو خودتون میتونید یه مقدار اون نبض مارکت رو بگیرید دستتون، متوجه بشین الان اینجا دوباره بریک اتفاق افتاده. خب ببینید من الان اینجا هم بهتون گفتم این حرکت، ببینید حرکت میشه گفت گاف ها یه مقدار طولانی شده، یعنی من اگه این نواحی اگه وارد می‌شدم خیلی بهتر بود تا بخوام وسط این نواحی. باید صبر بکنم تا این حرکت گافا می‌بینم، هر چقدر این گافا حرکت می‌کنم قیمت‌ها نوسان زیادی نداره، صبر می‌کنم تا برسیم نگاه کنید به این نواحی. اینجا اومده یه بریک به من داده از سقف. خب ببینید خودتون میتونید متوجه بشید شکست از سقف، حرکت باید سودی باشه، ولی ببینید اینجا مارکت خرسی هستش. پس اینها ببینید سیگنال‌های اشتباهی هست که ممکنه شما رو یه مقدار به اشتباه بندازه. الان دوباره همین دو نقطه رو نکنید، مثلا اینجا شکست از سقف، حرکت باید صعودی باشه، من علائمی از گافان نمیبینم، یا اینجا ببینید حرکت باید مثلا نزولی باشه، من حرکتی از خرس ها نمیبینم، چند کندل بعد. ببینید اینها باعث میشه ما یه روال رنجی رو داشته باشیم، یعنی خیلی با شیب ملایم قیمت ها کاهش پیدا کنن. نه اینکه نمیتونید پوزیشن بگیرید، پوزیشن میتونید بگیرید، ولی خب ریسکش بیشتر است. من فقط دارم توی این ویدیو کم ریسک ترین نقاط رو بهتون میگم. ببینید الان اینجا یه شکست از کف اتفاق افتاده، من اینجاها ببینید تقریبا دو تا دارم میبینم، ولی اگه یکم هم صبر کنم حتی این کندل اینجا که یک کندل تقریبا میشه گفت حرکت خرس ها رو داره به من نشون میده، حتی بگی بیام این پایین تر هم اینجا پوزیشن رو باز کنم، تقریبا حالا یه مقدار ریسک به ریوارد ریشو رو میگم، مثلا سعی کنید بعضی جاها 1.5 در نظر بگیرید. اگه میخواید فیوچرز مثلا کار کنید یه مقدار اون بازه 2 میشه گفت یه مقدار شدید هست. حالا اینجا هم ببینید اگه مثلا بخوایم ریسک به ریوارد ریشو رو 2 بگیریم با احتساب سایه ها تقریبا به تارگت میخوره. یا ببینید اینجا من وارد نمیشم. چرا وارد نمیشم؟ ببینید تقریبا روند گاوی من خیلی وقت از اینجاها شروع شد، اگه اینجاها به من یه بریک میداد خب موقعیت خوبی وارد شدم، ولی تقریبا میشه گفت این روند گاوی قدرت خودش رو طی کرده، تموم شده. پس اینجا احتمالا یه سیگنال میتونه اشتباه به من بده. حالا ببینید دوستان مثلا اینجا هم ببینید ما هیچ علائمی نمیدیم، چند کندل بعد میاد و تازه مثلا خرس ها دارن حرکت میکنن و بعد یهو یه کندل میزنه. این اون حالتی است که بهتون میگم، یعنی خیلی مثلا با ریسک زیادی است. شما همچین شکست دیدید، علائمی ندیدید، بعد دیدید مارکت داره خرسی میشه یا گاوی میشه، مطمئن باشید یه کندل خیلی قوی بعدش اتفاق میفته. حالا ببینید این کندل قوی اینجا اتفاق افتاد و ببینید یه تقریبا اینجا ما حرکت گاف ها رو به وضوح داریم میبینیم که خب کندل های خیلی بلندتری است نسبت به این کندل هایی که ضعیف بودن. و در حقیقت اگه نگاه کنید این خط سفید من ترند لاینی که اومده قطع کرده، میبینید دقیقا از همین نقطه میشه گفت مسیر شروع میشه، یعنی ما ابتدای حرکت گاف ها هستیم، شروع حرکت گاف هستیم. خب میبینید اینجا هم به همین شکل و ریسک به ریوارد ریشو تقریبا 2 تارگت ها رسیده. یا اینجا ببینید بریک شکست اتفاق افتاده، تقریبا ببینید یکی دو کندل قبلش خرس ها شروع کردن به حرکت. خب
بار همون ریسک بری با ریشو دو این تا ببینید خیلی این میشه گفت من کم ریسک ترین حالتش رو دارم میگم. شما میتونید پوزیشن باز کنید ولی روی این پوزیشن ها مثلا اگه میخواید فیوچرز کار کنید میتونید لیوریج بیشتری بگیرید. باز توصیه میکنم ریسک بری با ریشو رو 1.5 بذارید اگه فیوچرز کار میکنید. الان ببینید من اینجا وارد نمیشم. چرا وارد نمیشم؟ یه بریک شکست از سقف ولی هیچ علائمی شما از گاف ها نمیبینید. اینجا هم ببینید به همین شکل و همینطور اینجا ببینید اینجا هم به همین شکل. اما ببینید اینجا من یه تیک زدم براتون. اینجا من یه علائمی دارم میبینم از حرکت خرسا. اینجا وارد میشم اما سیگنال من چی میشه؟ به استاپ میخوره. ببینید این همه پوزیشنی که معلوم براتون گفتم شاید 20 تا پوزیشن گفتم به تارگت خورد، یه دونه اینجا ما یه پوزیشن ناموفق داشتیم. خب این طبیعیه، هیچ استراتژی وجود نداره که بیاد به شما بگه 100% این به تارگت میخوره، مگر اینکه من بخوام مثلا یه مقدار دستکاری کنم، یه مقدار اون ریسک و ریوارد ریشو رو هی کم و زیاد کنم. این دیگه ببینید میشه گفت اون دیگه استراتژی نیست. الان خب این همه تارگتی که سیگنالی که به تارگت رسیدن، اینجا مثلا میبینید خب یه دونه هم ما فیل داشتیم. یا ببینید اینجا، اینجا تقریبا ببینید مثلا حالا یکی دو کندل حتی بعدش هم شما میبینید روند گاف ها تازه شروع شده. خب میبینید تقریبا توی بازی طولانی این اومده تقریبا با همون ریسک ریوارد ریشو دو تقریبا طولانی بوده، اما اگه مثلا 1.5 میگرفتید شاید خیلی سریعتر این به تارگت میخورد. این دیگه ببینید دوستان اون مدیریت سرمایه‌ای که دارید، این پوزیشن هایی که میخواید بگیرید. مثلا ببینید الان اینجاها یک کندل خیلی بلند، مارکت هم گاوی است. خب این تقریبا خیلی این قدرت گاوا رو تخلیه کرده، پس من اینجا خیلی ریسک داره که بخوام وارد بشم. هر چقدر کندل های شما کوتاه‌تر باشه میشه گفت ریسک کمتر، یعنی کندل کوتاه‌تر، کندل کوچیک‌تر و این حرکت گاوی که اولش باشه و بلندتر باشه. ببینید اینجا به همین شکل من حرکتی از گاف ها نمیبینم. اینجا هم تقریبا میشه گفت اینجا رو اگه ببینید، من اگه این رو هم سیگنال در ازام که وارد کنم، اینجا میشه گفت یه شکست دیگه داشتم. خب ببینید مارکتی هست که اینجا شادو، اینجا شادو. خب ببینید این مارکتی نیست که من بشه بهش اعتماد کرد، یعنی مشخص است از این شادوهایی که شکل گرفته شما یه مارکت پرنوسان دارید. این دیگه بس خودتون هست که بخواید مثلا سری پوزیشن رو ببرید، چون تایم فریم 5 دقیقه است. اگه میبینید حتی به نقطه ورود رسیده میتونید پوزیشن رو بدون ضرر ببندید. خب این 4 تا 5 تا کندل کلش مثلا شاید بشه 20 25 دقیقه و این بسته به خودتون هست. یا مثلا ببینید من اینجا به این بریک داده، اینجا هم وارد نمیشم. چرا وارد نمیشم؟ چون خیلی دیر، ببینید تقریبا میشه گفت و یه مارکت پرنوسان و خیلی دیر اومده بهم، یعنی تقریبا بعد 6 کندل اومده تازه شکست اتفاق افتاده. اگه زودتر اتفاق میافتاد توی این بازها میشد بیشتر بهش اعتماد کرد. حالا دوستان ببینید اینجا هم به همین شکل شکست اتفاق افتاده. حالا من مثلا یه کندل بعد گرفتم و میبینید که خب اینجا میشه گفت روند تقریبا ببینید اوایل روند هست، یعنی اینجا من روی این کندل سومین هر کندلی هست که خرس ها شروع کردن به حرکت. و حالا اگه ببینید اینجا میومدم پوزیشن باز میکردم، اینجا میگفتید خب ببینید اینجا یه کندل همون بلندی که بهتون گفتم شکل گرفته، در نتیجه اگه روی این کندل بلند شما بیاید که بعد دوستان نکته ای که هست ببینید ما یه دونه بریک از پایین داریم، بریک دوم از پایین، بریک سوم از پایین، این سه تا بریک از پایین، شکست از پایین، هر چقدر این تعداد بیشتر بشه اعتبار این شکست ها کمتر است. یعنی ببینید الان این شکست هست، اگه بعد از این شکست به بالا اتفاق بیفته اعتبار داره. حالا ببینید بعد از سه تا شکست به پایین یه شکست به بالا، خب من اینو وارد میشم و میشه گفت ابتدای حرکت گاف ها هستش. ریسک و ریوارد رو هم میبینید دو هستش و خب تقریبا چند کندل بعد سریع به تارگت رسید. این دوستان در رابطه با نقاطی هست که ممکنه شکست اتفاق بیفته. حالا ببینید اینجا هم مثلا ما هیچ علائمی از خرس ها و گاف ها نداشتیم. اینجا میبینید که خب تقریبا توی این بازه تقریبا مثلا 4 کندل بعد حرکت گاف ها رو میبینید شروع شده و خب اینجا هم به تارگت رسیده. ببینید دوستان شما الان مثلا اینجا را من بخوام براتون مثال بزنم، ببینید الان به همین شکل اینجا علائمی نداریم، اینجا داریم و اینجا میشه سومین توی تایم فریم 5 دقیقه هستیم، یعنی شاید من از 30 تا پوزیشنی که گرفتم 3 تاش فیل شد. این هم سومی هست که ما حرکت خرس ها رو داریم، پوزیشن میگیریم و به استاپ میخوره. دوستان من ریسک و ریوارد ریشو رو عدد 2 گرفتم، یعنی این 3 تا سیگنال من حتی اگه 1.5 میگرفتم این 3 تا سیگنال اشتباه من با یه دونه سود من تقریبا میشه گفت باطل میشد. یعنی از این 30 تا پوزیشنی که توی ویدیو دیدید تقریبا میشه گفتش که 25 تا 26 داشت حالا ریسک به ریوارد من یه مقدار بالا گرفتم. فقط خواستم بهتون نشون بدم که قدرت این استراتژی
توی اگه بتونید کامل اینو درک کنید خیلی استراتژی خوبی هست، خیلی کاربردیه. فقط باید بتونید این نقاط شکست رو با استفاده از حرکت گاف ها و خرس ها یه تاییدیه بگیرید. خب دوستان عزیز، نکات گفتنی در رابطه با این ویدیو رو گفتم. اگه کانال یوتیوب ما رو دنبال نکردید، از طریق این لینک کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید برای مطلع شدن از آخرین ویدیو. کلید زنگوله رو فعال کنید. اگه سوالی بود تو بخش نظرات حتما مطرح کنید. از سربرگ پلی لیست هم میتونید ویدیوهای مرتبط با هر فصل رو تماشا کنید. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه.